بسم الله الرحمن الرحیم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک که من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. در پایان جریان نوح سلام الله علیه چند عنوان مربوط به پیدایش بت‌پرستی، انهای بت‌پرستی، اقسام بت‌پرستان، آداب و آیین و سنن و رسوم بت‌پرستان و مبارزه اسلام با بت‌پرستی و بت‌پرستان مطرح است که برخی از این فصول طبق اون تدبیر سید الرسول اسلام برای ارائه شد، بخش دیگر مونده است. حسگرایی منشأ اصلی بت‌پرستی است، لذا شرایع الهی مردم را به اون عقل و فطرت دعوت کردن و حس را به رهبری عقل و فطرت نافع دانستن. در بین این بت‌پرست ها براهمه سابقه بیشتری داره، مبدا تاریخی اونها روشن نیست که از کی پدید آمده، لکن بودایی ها مبدا تاریخیشون تا حدودی به 5-6 قرن قبل از میلاد میرسد. بودایی ها قسمت مهم به کارشون آیین است، یعنی رفض شهوات از ترک رذایل اخلاقی است. در محدوده آیین تلاش و کوشش میکنن. خود بودا گفتن در بار خدای سبحان سخنی نگفته است، این برای اعراض از خداست یا انکار خداست، بلکه نیاز مردم را در همین تهذیب نفس و ترک شهوات می‌دیدند. جریان بت‌پرستی برای هند سابقه کهنی داشت و هر کسی به یک درخت زیبایی یا درخت تاریخی یا سنگ خوبی برخورد می‌کرد و او را به تعجب وامی داشت، این سنگ را محترم می داشت و او را احیانا می پرستید و برای او قربانی می کرد و مانند دار. این ها منشأ پیدایش انها و اقسام بت‌پرستی شد. قبل از انقلاب این خطر به ذهن می آمد که دنیا را این سه گروه دارن اداره می کنن، یه ده موحدان عالم هست، یه عده کمونیست ها هستن، یه عده بت‌پرست ها. این توازن تا حدودی محفوظ بود، یعنی موحدان از یک سو و ملحدان از سوی دیگر، بت‌پرست ها از سوی سوم. خطری که به ذهن بعضی ها می آمد این بود که بت‌پرستی یه چیزی نیست که بماند، با پیشرفت علم این فروکش میکند، متلاشی میشود و قشر بت‌پرست ها هم کم نیستند، میلیون ها نفرند. این قشر عظیم بت‌پرست ها با فروپاشی نظام بت‌پرستی، اینا اگر به سمت توحید نیایند، به سمت کمونیستی بروند، اونگاه کفه الهاد سنگین تر میشود، مبارزه با الهاد کار دشوارتری خواهد بود. این نگرانی بود تا انقلاب به ثمر رسید و رفته رفته جریان فروپاشی نظام مارکسیستی پدید آمد و اون اتحاد جواهر سوسیالیستی شوروی سابق که هم جمعیت اونها زیاد بود، هم قدرت اونها زیاد بود، هم خاک اونها زیاد بود. الان فاصله شرق و غرب همین این شوروی سابق 9 یا 10 ساعت هست. ایران مثلا شرق و غربش خیلی فاصله داشته باشه 1 ساعت، شرقش تا غربش 1 ساعت، اما اونا 9 ساعت یا 10 ساعت فاصله است. اینقدر این خاک وسیع است، وسعت خاک هست، کثرت جمعیت هست و پیشرفت صنعت فضایی هست، دریایی هست، بماند داشتن ارتش سرخ هست. چین هم که به همین وضع مبتلا است. این خطر به ذهن می آمد که اگر جا
جریان بت‌پرستی متلاشی شد و اونها مائل به کمونیستی شدن باید چه کرد؟ ما دیدیم که نظام مارکسیستی متلاشی شد ولی نظام بت‌پرستی همچنان باقی است. سرش آن است که دین بعد برای اینها بهتر از بی‌دینی است. بالاخره انسان به یک چیزی باید سر بسپارد. حتی اوهام و خرافات هم برای یک بشر قانع کننده است. منتها کم کم باید بیدار بشود که اون امر موهوم خرافی نه مبدا علمی دارد نه منشأ عملی. بالاخره بشر به یه امر غیبی دل سپرده است، میداند که همه کارها روی ماده نیست، ماورای طبیعتی هست. این بددینی برای اونها بهتر از بیدینی بود. این بودایی ها، این براهمه، اینا متلاشی نشدن و این کمونیستی متلاشی شد و الان بسیار از اینها در غرب نفوذ کردن. منتها بشر رو باید هدایت کرد به اینکه اون خلع را اعتقاد به خدا، یعنی حقیقت نامتناهی که مجرد از هر قید مادی است، او فرم می کند، نه مسائل خرافی. خود بودا گفتن مدت ها به تهذیب نفس به اصطلاح خودشون همون ریاضت مشغول بود تا یه سلسله چیزهایی برای روشن شد، مردم را به شریعت خود دعوت کرد. عرض آن است که یک پایگاهی آیینی برای بشر باید باشد. غیر از قد افلح الیوم و من استعلا یه چیزهای دیگه هم هست. حتی خود فرعون که معتقد بود قد افلح الیوم و من استعلا و بر اساس الیس دی ملک و مصر به حاضر از ها تجدید تحقیق، معزاله خودش به بت‌پرستی معتقد بود و بت‌پرستن بود. چون که قبلا در سوره مبارکه اعراف اونجا مشخص شد که فرعون خودش بت‌پرست بود و درباریان او به او گفتن که تو اگر موسی و هارون سلام الله علیه ما را رها کنی، اینها تو و بت‌هایی که مورد احترام تو هن اون را از بین میبرن. آیه 127 سوره مبارکه اعراف این بود: و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. معلوم شد خود فرعون در این حال که می گفت انا ربکم الاعلی یا ما لم ترکم من اله غیری، معزاله خودش بت پرست. نه اصلا اینا منکر وحی و نبوتن، غالبشون منکر معادن. مبدع را قبول دارن چون غالب مشرکی مبدع را قبول دارن، منتها چیزهایی که به ذهنش آمد همون را شریعت دانست. این شبهی که در کتابهای کلامی نقل شده است، مرحوم خواجه تو تجرید نقل میکنن، سایر متکلمان هم نقل میکنن، از براهم نقل میکنن، این است. میگوین عقل بشر برای هدایت بشر کافی است، زیرا انبیا حرفی که آوردن یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل باشد که خود عقل کافی است، اگر مخالف عقل باشد که حجت است. غافل از این که خیلی از حساس که عقل نمیفهمد در اون زمینه فتوایی ندارد، نه مخالف است نه موافق. اون چرا عقل نمیفهمد و فتوا ندارد بیش از اون مقدار است که عقل فهمد. این موافقت و مخالفت اینا عدم و ملکه، نه نقیزان، لذا ارتفاع اینا ممکن است. یعنی ممکن است شریعت چیزی بیاورد که نه مطابق عقل است نه مخالف عقل، چون وفاق و خلاف فرع و درک است. الان شریعت بسیاری از احکامش مربوط به جریان معاد قیامت است. میفهمد تطایر کتب این طور، صراط این طور، درجات بهش این طور، درکات جهنم این جور، حساب این جور، میزان این جور، کوثر این جور، ده ها مسائلی که مربوط به مواقف قیامت است. هیچ کدوم از اینا را عقل نمیفهمد. عقل میاد بله ممکن است اینجور باشد، اما هست یا نیست
جزئیات رو که هم درک نمی کنه. درباره مبدا هم اینطور است، درباره اسرار غیبی اینطور است، درباره احکام و آداب و سننی که مربوط به تنظیم روابط بین انسان ها و گاهی دیگر یا انسان ها با جهان طبیعت هست، خیلی شعر نفهمد. وقتی نفهمد نه فتوای به وفاق سرد می دهد نه به اثبات، قهرن نه موافق عقل است نه مخالف عقل. و این رفع نقیزه نیست، چون عدم ملائکه نه نقیزه، لذا رفعشون ممکن است. مثل اینکه جدار نه اعماس نه وسیر، برای اینکه از شأنیت اون رو ندارستن. بر تقدیر اینها منکر وحی نبوتن رو همون جهت. خود بودا میگوین معتقده به وجود خدا بود، و این حرفی که در قرآن آمده است ما یهلکنا الا الدهر، منظورشون همین روزگار است نه نفی خدا. گرچه برخی این آیه را مربوط به ملحدان و مادیون دانستن، ولی بودایی ها و مانند اونها به خدا معتقدن، او را خالق میدانن. منتها میگن نیازی نیست که ما در اون زمین سخن بگوییم، اون چه که مورد نیاز جامعه است همین آیین ترک شهوات و ترک رذایل است. مطلب مهم آن است که انبیاء علیهم السلام آمدن یه حرف مثبت دارن و یک تارش منفی. حرف مثبت اینه که همگان موحد باشند، به وجود خدای سبحان معتقد باشند، به اسماء و صفاتش معتقد باشند و او را بپرستند بلا غیر. این حرف همه انبیاست، تر یک پیامبر است. اون سفارش منفی آن است که هیچ کس مردم را به غیر خدا دعوت نکند، هیچ کس مردم را به خودش دعوت نکند، هیچ کس داعیه رژیم ارباب و رعیتی نداشته باشد، نه خود را ارباب دیگران بداند، نه برای دیگران یه ارباب غیر از خود انتخاب بکند. رب به همه یکیست و همگان مربوب اویند. این سخن دوم که ابطال رژیم ارباب و رعیتی است، حرف همه انبیاست. معنای ارباب و رعیتی تنها این نیست که قبل از انقلاب در ایران یا الان در بعضی از کشورها رایج است که بعضی مالک دهن و عده‌ای رعیت اونهاین و برای اونا دارن کار میکنن. این یک رژیم منحوس مادی و اقتصادی بود. اما رژیم فکری، اون که میگوید هر کی مثل ما نمیاندیشد مخالف ما هست، باید مثل ما با اندیشن، هر چی ما دیکته کردیم اونا بنویسن و مانند اون، این یک رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری است. قرآن با این کاملا مبارزه کرده است که هیچ کس حق ندارد مردم را به خود دعوت کند و بگوید افکار من را تقدیس کنید، رأی من را تکریم کنید و مانند آن. اینها را به عنوان قانون اساسی نقل می کند، اختصاصی به یک پیغمبر یا یک شریعت و منهاج ندارد. اول مسئله توحید را برای همه انبیا ترسیم می کند، یک. دوم نفی رژیم ارباب رعیتی را تدوین می کند برای همه ملل، همه انبیا، همه امم. دو اونگاه به مبارزه های مقطعی می پردازد. سه اینا را به عنوان قانون اساسی نقل می کند. اون چرا که در جریان توحید نقل فرمود مربوط به سلسله انبیاست و اختصاصی به پیامبر خاص ندارد، همان است که در سوره مبارک انبیا آیه 25 این مطلب را تبیین می کند. بعد از این که در آیه 24 سوره انبیا فرمود ام اتخذوا من دونه آلهتن قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بر اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اونگاه این اصل کلی را فرمود. فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. فهم ما هیچ پیامبری نفرستادیم قبل از تو مگر بر محور توحید، هم معتقد باشند مبدا عالم یکیست، هم معتقد باشند که معبود جهانیان هم یکیست. این اصل کلی است. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. این توحید در هویت و مبدئیت خدا و خالقیت و ربوبیت. فاعبدون
این هم توحید در عبادت. این در بخش مثبت. در بخش منفی که ابطال رژیم ارباب و رعیتی است، همان است که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. در سوره آل عمران هم آیه 64 هم آیه 79 درباره نفی رژیم ارباب و رعیتی است. اون چرا که در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران آمده است به این سوره است: قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. نامی که بوش مبارک حضرت برای همه اهل کتاب، چه یهودی ها چه مسیحا، حتی چه برای ایرانی ها که مجوس بودند، نامی که برای ایرانی ها مرقوم فرمود، این جمله را هم مرقوم فرمود. این نشون میداد که اینها را به عنوان مجوس و به عنوان اهل کتاب پذیرفت. مکاتب و رسول صلی الله علیه و سلم را ملاحظه فرمایید، نامه هایی که حضرت مرقوم فرمودند خیلی مفصل است. و اگر انشاءالله یه روزی بنیاد نهج الفصاحه حضرت شکل گرفت، اونگاه همونطوری که نهج البلاغه سامان یافت، خطب حضرت و نامه های حضرت و کلمات حکیمانه حضرت کنار هم قرار گرفت، اون بنیاد نهج الفصاحه هم به همین شکل سامان میپذیرد. یعنی خطبه های حضرت، نامه های حضرت و کلمات حکیمانه حضرت. اونگاه خیلی روشن میشود که بسیار از بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام که در نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه یا در جوامع روایی دیگر ما از ائمه علیهم السلام نقشده تو فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. الان ما یه حلقه مفقوده داریم، یعنی از یه طرف روایات فراوان هست، هم نهج البلاغه هم صحیفه سجادیه هم روایات، و از طرف دیگر قرآن است در اوج است. اون سرپلی که این روایات را به اون آیات نزدیک میکند، اون آیات را به این روایات مرتبط تر میکند، سخنان شخص پیغمبر است. ما متاسفانه اون طوری که حضرت را به عنوان پیغمبری باید قبول داشته باشیم نیست. کلماتش در دسترس نیست، نامهاش در دسترس نیست. چطور میشه یه روحانی عمر را بگذرونه و یه دوره نامه های حضرت نخونه، کلمات حضرت نخونه، خطبه های حضرت نخونه؟ اون وقت معلوم میشه که غالب این روایاتی که در اهل بیت هست اصلش فرمایشات پیغمبر است. به هر تقدیر حضرت این رو برای بزرگان کشورهای مجاور می نوشتن، برای کسراهای ایران نوشتن، برای کسراهای ایران نوشتن، برای قیصر روم نوشتن، برای سران کشورهای دیگری که شبهه اهل کتاب بود نوشتن. یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. این یه توافق است، این تفاهم است، امضای تفاهم و توافق طرفی نیست که این زندگی مسالمت آمیز، یعنی این، یعنی هیچ کدام ما دایه برتری نداشته باشیم. خدا در قیامت کارا خودش بررسی میکنند. ما دیگه دایه ربوبیت نداریم که بهش و جهنم تقسیم بکنیم. البته در کلامی بحثهای ما همچنان هست، ما معتقدیم ادهی اهل جهنم و میسوزن، این یه حساب دیگه است. اما مسائل فقهی، حقوقی، سیاسی جایگاه خاص خودش دارد. مسائل کلامی هم جایگاه خاص خودش داره. معنای وحدت هم نیست که مسائل کلامی و هم بخوره، که مسائل کلامی در جاش محفوظه. مسائل کلامی میگه قدیر قدیر است، ثقیفه ثقیفه، عین الحق من الباطل. اما مسائل فقهی سیاسی که بی جان هم نیفتید، با هم زندگی کنید، خونه هم نریزید، مال هم نبرید، این راه دیگه است. فرمود یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، یک، ولا نشرک به شيئا، نه اینکه هم خدا و هم بت، دو، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما این رژیم ارباب و رعیت رو بذاریم کنار، که ما بشیم رب شما بشی رعیت، یا شما بشی رب ما بشیم رعیت، اینطور نیست. ما همه ما در زندگی انسانی حقوق مشترکی داریم.
اون مسائل کلامی ما سر جاش محفوظ است که کی بهش میره کی جهنم میره، اون حسابش جداست، رونم هرگز نمیشه معامله کرد، دست ما نیست. یعنی اون ریمی زر لحال خبیس مرتیب هست به یجعل خبیس بعضه و علا بس به یرخمه او هست به یجعل او به جهنم هست. اما تو مسائل حقوقی و سیاسی ما یه زندگی رو زمین باید داشته باشیم یا نداشته باشیم یا همیشه به جان هم بیفتیم. ما این رژیم ارباب و رعیتی را بالقول المطلق باید ابطال بود. هیچ کسی ارباب کسی نیست و هیچ گروهی هم رعیت دیگر نیست. این را در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران باید. اونگاه در آیه 79 همون سوره آل عمران این اصل جامع را ذکر فرمود. کمون تنها این چنین نیست که حالا من که پیامبر اسلامم صلی الله علیه و سلم با شما این پیام بندم. حتی هیچ بشری حق ندارد که خود را رب دیگری بدونه. رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی و فکری مطلقا علی وجه الارض ممنوع است. بله دیگه، اون چند کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه همینطور بود دیگه. فقط کفر الذین قالوا عزیر ابن الله همینطور بود دیگه. خب آیه 79 سوره مبارکه آل عمران این است: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ بشری حق ندارد، بشری که خدای سبحان به او حکم و نبوت و کتاب داد، به او وحی و نبوت داد، به جای رسوند، او حق ندارد خود را رب مردم بدوند و رژیم ارباب و رعیتی را اندازی کند. خب دیگران به طریق اولا حق ندارند. انبیا مردم را به الله دعوت میکنند نه به خودشون. ادعو الالله على بصیرت انا و من تبعنی. من به پیروانم مردم را به الله دعوت بکنیم نه به خودمون. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. این دعوت به خود و دیگران را مربوب دانستن و خود را رب پنداشتن، بگوید به این فرهنگ من، فکر من، رأی من با حکومت کند، این چنین نیست. اگر بگوید قال الله، قال رسول الله، قال کذا و کذا علیه استاد و علیه السلام که حرف الله و نمایندگان الهی رو نقل بکند، این درست. اما حرف خودش رو بخواد مطرح بکند، این میشه ارباب رعیتی. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. پس هیچ بشر این حق ندارد. بشر چه حقی دارد؟ انبیا چه حقی دارد؟ مرسلین چه حقی دارد؟ اولیا چه حقی دارد؟ به مردم چی باید بگن؟ به مردم میگوین ولیکن کونو ربانیینه. خودشون هم ربانی هن، رب نیستن، ربانی هن، عالم ربانی هن. اون انسانی که هم شدید و ربط به رب باشه، هم شدید و تربیب با مربوبین باشد، میشه عالم ربانی. اون که ارتباطش با رب خیلی سالف است، یعنی اخلص لله، بنده خالص خداست، و ارتباطش هم با مردم در نظام تربیتی خالص است که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. چنین عالمی میشه ربانی، هم شدید و ربط به رب است، هم شدید و تربیب با مردم، هم به سود مردم سخن میگوید، نه قرضی دارد و نه مرضی، لا اسألكم علیه اجرا، و هم مخلصا لله عبادت میکند. این میشه عالم ربانی. که در بعضی از روایات ائمه علیهم السلام فرمودن این که از وجود بارکه است، نعمی سلام الله رسیده است، الناس ثلاثه: عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات به همه جن رعا، نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس همه جن.
این عالم ربانیه. پس ولکن کونو ربانیینه بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، درساتون فهمیده ولله، تفسیر کتابتون، تعلیم کتابتون فهمیده ولله باشد میشه ربانی مردم. رب به مردم نیستید، ربانی هستید، دوتایی در خدمت پروردگاری. پس رژیم ارباب و رعیتی بالقول مطلق ممنوع است طبق آیه 64 و آیه 79 سوره مبارکه آل عمران. همین مضمون را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای سران جهان اون روز می نوشت. اون روز بیش از دو تا امپراتوری بزرگ تو خاورمیانه نبود، یکی امپراتوری بزرگ ایران بود، یکی امپراتوری بزرگ روم، که هر دو را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اسلام دعوت کرده است. این همین دیگه، یعنی خاضعن و خاشعن، خب همون تکریم در برابر معلم است. نه حرف را انسان از ذات اقدس اله دارد و ربوبیت مار خدای سبحان است ولا غیر. پس حرف انبیاء علیهم السلام این دو اصل کلی است، یکی در بخش اثبات ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوح الی انه لا اله الا انا فاعبدون، یکم ما کان لبشر انگی اوتی الله الحکم و الکتاب و النبوه ثم یقول للناس کون عبادا لی من دون الله. مطلب دیگر است که اون چی که برای بودایی ها هست بخشی از اینا جز ملحقات و اضافات و جعلیات بعدی است، بخشی هم مربوط به اصول اولیه اوناست. جریان سابعین در قرآن کریم چند جا ذکر شده است، اینا در ردیف اهل کتاب آمدن، چه این که آیه 62 سوره مبارکه بقره اینا رو در ردیف اهل کتاب ذکر بود که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحات فلا اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نشون میداد به اینکه اینها سبقه دینی به کتابی دارند. و اگر در سوره مبارکه حج در قبال مشرکان قرار گرفت، معلوم میشود که از قبیل مشرکان و بت‌پرستان نیستند. آیه 17 سوره مبارکه حج این است: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. معلوم شد که مسلمان ها، یهودی ها، صابئان، نصارا، مجوس ها، اینا در قبال مشرکان، مجوس اصیل، نصارای اصیل، صابئین اصیل، یهودیای اصیل و مؤمنان، اینا در قبال مشرکینن که فرمود خدای سبحان یفصل بینهم یوم القیامه. و اما صابئانی که شهرستانی و سایر اهل ملل و نهل بازگو کردن، اینها همون ستاره پرستای معروف. صابئینی که مدعیان در ایران هستن، اینا میگن ما پیرو کتاب هستی یحیی سلام الله علیه. خب اگر پیرو کتاب هستی یحیی سلام الله علیه، چون خود هستی یحیی هم زیر مجموعه رسالت جامع و اولوالعزمی وجود مبارک عیسی سلام الله علیه را داشت، بنابراین اینا هم شعبه از مسیحیت و نصرانیت هست، چیز جدایی نیستن. در تدوین قانون اساسی میگفتن ما هم جزء اقلیت‌های دینی میشمارید، پاسخشون این بود که بالاخره شما که میگویید ما کتابی داریم و از هستی یحیی به ما رسیده است، خب اون هم جزء زیر مجموعه مسیحیت بود که در عصر وجود مبارک عیسی که از انبیاء اولوالعزم است، اون دیگه شریعت جدایی نداشت. این نسبت به جریان سابعین. خب اون بت‌پرست‌هایی که معروفی که سابقه ای دارند و سندی هم دارند، این سابعینند و براهمند و بودایی ها. اسلام که آمد با همه در درجه اول با وثنیین عرب مبارزه کرد، مبارزه فرهنگی و فکری، بعد دیگه اون مبارزه های
نظامی شروع شد. عرب خودشون اون فرهنگ مستقل داشتن، غالبا بیابانی بودن، اینها بدوی بودن. در اثر مسافرت کردن به ایران یا روم یا کشورهای دیگر کم کم یه سلسله آثار تمدن برای اونها پیدا شد. از بت پرستی اونها کمک باطلی گرفتن، بت‌هایی هم به همراه خودشون آوردن، نامگذاری کردن. هر جا می رفتن بتی می دیدن، همون رو می آوردن در شهر خودشون می پرستیدن. بر وقتی انسان اصالت الحسی باشد، عقل را رها کند، همین است دیگر. وقتی انسان عقل را رها کند، گرفتار حس و تجربه بشود، همین است. یا ملحد محض در می آید یا مشرک. 8 بت در قرآن کریم ناماشون آمده. 8 در همون سوره مبارک نوح است که این بت‌های 5 از دیر زمان سابقه داشت و در جاهلیت هم اینها بود. آیه 23 سوره مبارکه نوح این بود: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا. ود و سواع و یغوس و یعوق و نسر، این بت‌های 5 بود که در جاهلیت رواج داشت. یکی میگفتن عبد ود است، یکی میگفتن عبد یعوق است و مانند آن. 3 بت دیگر هم در جاهلیت رایج بود که از اونها در سوره مبارکه نجم یاد شده است. آیه 19 به 20 سوره مبارکه نجم این است: افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثة الاخرى. لات و عزا و منات، تو مبارزات هم میگفتن الا لنا العزا ولا عزا لكم، افتخار میکردن، میگفتن ما بت عزا داریم شما نداری. وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم همون، شما در برابر شعار اونها بگید الله مولانا ولا مولا لكم، خدا مولای ماست، به شما تحت ولایت کسی نیستی. این اسنام ثمانیه تو قرآن کریم آمده. جایگاه اینها هم در مکه در کنار کعبه و مرافق کعبه فرق میکرد. یکی در روبروی کعبه بود، جایی که در کعبه باز میشد. یکی طرف راست کعبه بود، یکی طرف چپ کعبه بود. اون بت بزرگ هبل پشت بام کعبه بود. یه بت روی کوه صفا بود، یه بت روی کوه مروه بود. جای این بت‌ها فرق میکرد. یک، ارتباط و ارتباط این بت‌ها هم با قبائل یکسان نبود. دو، هر کدام از اینها مربوط به قبیله خاص بود. و این صنادید قریش گذشته از این بت‌های عمومی که در کعبه و صفا و مروه نصب بود، یه بت‌های خصوصی هم داشتن که از اونا کمک میگرفتن. وقتی میخواستن بیان به جنگ با پیامبر صلی الله علیه و سلم، در اون اتاق مخصوصشون از این بت‌های خاص کمک می‌گرفتن. این تفکر بود. و اسلام آمد، اولا حس را فرمود در محدوده عقل محترم است، زمام را نباید به حس داد، نباید گفت که ارنا جهرتن، نباید گفت هرچه دیدیم قبول می‌کنیم و ندیدیم باورم نمی‌شود. معرفت حسی و تجربی از ضعیف‌ترین مراحل ابتدایی بشر است، بعدش مراحل ریاضی است، بعدش هم مراحل فلسفی و کلامی است، بعدش هم مراحل عرفانی است و سلطان همه معارف وحی انبیاست. این راه ها رو نشون داد. حس را به رهبری عقل و علم تجریدی سامان بخشی، تجارب را با اون علوم تجریدی سازماندهی کرد. فرمود به این که منشأ بت پرستی شما همین است که اگر یا منکر محضی یا هر چه به حسیتون آمد باور میکنید. نظیر بنی اسرائیل گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه. به موسی کریم سلام الله علیه گفتن یه خدای دیدنی بیار برای ما قرار بده، همطور که اینا خدای دیدنی دارن شما برای ما خدای دیدنی قرار بدید. اینها منشأ پیدایش بت پرستی بود که اسلام با تک تک اینها مبارزه کرد و فرمود از اینا کاری ساخته نیست. قرآن کریم یک کتابی است که برای همه مردم نازل شده است، یعنی مطلبی در قرآن نیست که توده مردم نفهمند. همه انسان‌هایی که در عالم زندگی می‌کنند از قرآن بهره‌ای دارند.
اما آیاتی در قرآن کریم هست که متخصصان و حکیمان و فقیهان و امثال اینها باید رنج ها بکشن تا گوشی از اون رو پی ببرن. همون مطلب عمیق به صورت قصه، داستان، مثل باز شد تا توده مردم فهمند. این برهان تمانوی که در سوره مبارکه انبیا آمد است، لوکان فیه ما آلهت الله، شما کمتر طلبه فاضلی پیدا میکنی که در برابر اون اشکال بتونه پاسخ بده که خب اگر دو تا خدا باشه هر دو برابر ماه و الواقع، ماه و المصلحه، ماه و الحق عمل بکنن چه میشه؟ مگر این یه 30-40 سال درس خوندن بخواد نشانش این گوی به این میدان کدوم طلبه میتواند این شبهه را حل کنه؟ بسیاری از متکلمان اهل سنت هم حتی بعد از خواستن وقتی به این شبهه رسیدن خواستن این برهان تمانو را به توارد علت این برگردونن. یه تواتوائی میتلبد بالاخره. یه همچه آیه تو قرآن هم از این قبیل کم نیست. اما همین مطلب را ذات اقدس اله در قالب قصه، تکثیر، داستان، تمثیل برای همه قابل فهم کرده است. مطلبی در قرآن نیست که توده مردم نفهمند، اما آیات فراوانی هست که خواص متجلیان نمونهاش هم قبلا گفته شد. این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که دو صفحه مطالب عمیق کفایه را تشکیل داد، این قابل درک توده مردم است یا قابل درک برای هر طلبی هم است؟ این آخوند خراسانی میخواد، این شیخ انصاری میخواد، اما همون معنا را ذات اقدس اله به صورت دیگر بیان کرده. اون اشکالات ما لا یمکن ذب شیخ انصاری برای همه قابل فهم است. این آیه نبع را مطرح کرده، اینجا اکن فاسق و بنابین را چند اشکال مطرح کرده، گفت اینا به ما یمکن ذب است، اما فرون اشکال به ما لا یمکن ذب است. یه فهمی مثل شیخ انصاری بخواد که چند صفحه رسائل رو به این اختصاص بدن، اما همین مطلب را ذات اقدس اله به صورت داستان و قصه و موعظه و اینها برای قالب انسان ها قابل تفهیم کرد. این میشه معجزه طوری که همه بفهمن و طوری که بحث های کلیدی پیش خواص باشه. الحمدلله.